با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. بله، بنده هستم باز با آن سوی خبر. اگر اشتباهات سیاسی و اشتباهات اجتماعی مردان سیاسی رو کنار هم بگذاریم، شاید آقای احمد پورنجاتی در زندگیش دو سه اشتباه بیشتر نکرده باشه که در رأس آنها این است که رفت و در واقع دستیار آقای ری شهری شد، مردی با پرونده خونین، مردی با جنایات بسیار. روزنامه هم با هم درآوردن. آقای پورنجاتی جزو نمایندگان نیم اصلاح طلب به مجلس ششم رفت و در آنجا البته با توجه به سائقه و سابقه امنیتی طبیعی است که در کمیسیون های امنیتی حضور داشت، و اما کار او در کمیسیون فرهنگی بود، چون به هر حال در این عرصه نیز بخت خود را آزموده بود و بختش در این عرصه بخت بالایی بود، اما نه در عرصه امنیتی. آقای پورنجاتی معاون وزارت اطلاعات هم بود. شگفتا او و سعید حجاریان بعدها یکی سخنگو و نظریه پرداز ثابت اصلاح طلبان شد و دیگری مردی در میانه که نگاهی پر از لبخند به اصلاح طلبی داشت ولی در این حال نمیخواست که ارباب فقیه را هم برنجانه. آقای پورنجادی در انتقادی تون این روزها به آقای روحانی با بیان اینکه حسن روحانی هیچ پایگاه اجتماعی ندارد گفته است رئیس جمهوری 11 هم دچار خطای محاسبه شده است. پورنجاتی در صفحه فیسبوک خود نوشته که رؤسای جمهوری در ایران از بنی صدر تا محمود احمدی نژاد هر یک دارای پایگاه اجتماعی ولو اندک بودند، اما حسن روحانی این پایگاه را نداشته است. وی با بیان اینکه همین موضوع ویژگی برجسته انتخابات ریاست جمهوری 11 هم بود، به نوشته او درست است که روحانی با تابلوی اعتدال و نوعی دولت فراجناحی به میدان رقابت ما آمد، اما به هیچ تردیدی او به عنوان شخص خودش از هیچ پایگاه اجتماعی و بدنه سیاسی اختصاصی برخوردار نبود. حتی در جامعه روحانیت مبارز تهران که در زمره اعضای شورای مرکزیش بود، پایگاه اجتماعی روحانی و علت رأی آوری او را آقای پورنجاتی طرفداران خاتمی و هاشمی خوانده و چنین نوشته است: گرانیگاه اصلی پایگاه اجتماعی حسن روحانی را دو جریان مهم اصلاح طلبان وفادار به خاتمی و عملگرایان وفادار به هاشمی فراهم کردند. موج اجتماعی و سازمان رأی او نیز از این گرانیگاه برخاست. وی از روحانی خواسته است که به این پرسش مهم پاسخ گوید که پایگاه اجتماعی و بدنه سیاسی پشتیبان وی کجاست؟ آیا چیزی خلق کرده است که کسی از آن خبر ندارد؟ آقای پورنجاتی در پایان هم به روحانی هشدار داده و هم از او خواسته تا دیر نشده و ویروس تردید و نومیدی و بیانگیزگی در عرصه عمومی جامعه نفوذ پیدا نکرده، برای پایش و گسترش و بازآفرینی همان پایگاه و بدنه اجتماعی پشتیبان افقهای امیدبخش و تحکیم کننده ترسیم کنه. آقای روحانی در واقع حرفایی رو که آقای پورنجاتی زده به نوعی تأیید کرده. آقای روحانی چندی قبل گفت که ولی فقیه باعث شده او رأی بیاره، چون ایشان 16 سال نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و گفت که ولی فقیه به ایران عظمت داده، به ایران، ایرانی که چشم دیدنش رو ندارن. من میفرمایند برگزاری نوروز رو در تخت جمشید. و آقای روحانی گفته بود هر کس ایران رو دوست بدارد ولی فقیه هم دوست خواهد داشت، چون ولی فقیه و ایران دو روی یه سکه. اگر کوروش و ایران دو روی یک سکه باشند شگفتا آقای سید علی خامنه ای هم یک روی دیگر آن باشد. سکه سه رویه دیده اید؟ مثل همه سکه های قلب در جمهوری اسلامی بسیار است. سایت نام نیوز
در یادداشتی با عنوان شطرنج آیت الله در زمین خبرگان نوشت. یادتون باشه شطرنج حرام بود. بعد آقای خمینی اومد و رفتن مثل ماهی قزلالا گفتن آقا شطرنج بد نیست، بچه‌ها رو سرگرم می‌کنین تو جبهه، از ورقی که عراقی‌ها بازی می‌کنن بهتره. بله نوشته شطرنج آیت الله در زمین خبرگان که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس آتی خبرگان خوابهایی دیده است. این سایت نوشته هاشمی که استاد بازی شطرنج در سپهر سیاست ایران است، استراتژی ویژه‌ای را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر دارد. او به دنبال آوردن دو فرد محبوب در جامعه به انتخابات است. بر اساس این خبر هاشمی به دنبال حضور دوباره حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است تا روحانی بعد از خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی سومین رئیس جمهوری باشد که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت می‌کند. حضور روحانی در انتخابات می‌تواند اولین برگ برنده هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشد. نام نیوز نوشته اما پروژه اصلی هاشمی در کنار حضور حسن روحانی دعوت از سید حسن خمینی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، دعوتی که چندی پیش از سوی برخی اصلاح طلبان انجام شد. همین جا اجازه بدید بهتون بگم که در حالی که یک عده‌ای می‌خواهند سید محمود هاشمی شاهرودی، مردی که یک پا در نجف و یک پا در قم و پای دیگر در تهران داره، گفتیم سکه سه رویه آدم سپایم حتما داریم، به هر حال یه عده میخوان او رو بیارن، میخواستن قائم مقام رهبری کنن، هاشمی نگذاشت. اون زمان هاشمی رئیس مجلس خبرگان بود، هنوزم یه عده به دنبال او هستن. البته آقای هاشمی میگوید اگر رهبری نشد مرجعیت اعلای نجف خواهد شد، این هم یک رویایی است که تحقق پیدا نخواهد کرد. تا سعید حکیم و فیاضی و دیگران در نجف هستند، آقای سیستانی هم که مثل همه مراجع عظام لابد بالای 90 عمر خواهند کرد، بنابراین این رویا تحقق پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر اصلاح طلبان نیز چشم به دو کس دارند، امید این که حسن را به مجلس خبرگان ببرند، آقای خاتمی را هم ببرند. البته در رابطه با آقای خاتمی من تردید دارم، تا سید علی آقا زنده است اجازه بدهد که سید نفس بکشد، و بر این عقیده ان که وقتی آقا سرشان را زمین گذاشتند و در گورستان با شکوهی که برای خود برپا کردند آرام گرفتند، آن وقت ممکن است عده‌ای تلاش کنند آقا مجتبی را جلو بیاندازند. اگر قصه آقا مجتبی بود حسن آقا را به مسافه او می‌فرستیم، و اگر قصه محمود هاشمی شاهرودی شد آقای خاتمی را. بله سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج استادان، بسیج دانشجویی، بسیج مردم، بسیج ماست فروشان، بسیج دوچرخه سواران، بسیج استادان ادعا کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده بود در صورت حمله نظامی به سوریه با این کشور وارد جنگ شده و به پایگاه های آن در منطقه حمله خواهد بود. دروغ است آقای صلاحی. به گزارش رسا آقای صلاحی طی سخنانی در کارگاه جنگ نرم ویژه استادان بسیجی استان قم گفته آمریکا چندی پیش نماینده حامل این پیام که واشنگتن قصد حمله نظامی به سوریه دارد به ایران فرستاد و خواستار سکوت تهران در قبال این حمله شده بود. این مقام بسیج اضافه کرد که این نماینده به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود در صورت سکوت آمریکا آماده است پرونده هسته‌ای تهران را ببندد. دروغی دیگر. صلاحی اضافه کرد مقام‌های نظام نیز پاسخ به این درخواست گفتند به محض ورود آمریکا به سوریه تمام پایگاه‌های آنها در منطقه مورد حمله قرار خواهند گرفت، که این هم باعث عقب‌نشینی آمریکا شد. پریشب که آقای اوباما داشت سخنرانی اتحاد می‌کرد در کنگره، می‌دیدم می‌لرزه. این به نظرم لرزشش بابت همین تهدید. خانم مرزی افخم راجع به حجاب ایشون گفتیم، ملاقاتشون با خانم اردوگان دیدنی بود، طفلک همش مراقب بود که چادرش از روی زانوش کنار نره. ایشون گفته که به سخنان باراک اوباما در نطق سالانش ایراد گرفته، همونجوری گفتم باراک اوباما میلرزی.
در خصوص ایران و منطقه گفته این حرفا غیر واقع بینانه و غیر سازنده است. خانم افخم، البته ایشون خودش نمیگه، می نویسن به دستش میده. خانم افخم با اصرار اینکه این سخنان برداشت ناصحیح از پایبندی ایران به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه بومی هسته‌ای است گفت آمریکا در حالی مهمترین دستاورد خود را ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند که این ادعا اصلا موضوعیت ندارد، چون ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود و مانور مکرر مقامات آمریکایی به روی موضوع وهمی و خودساخته سازنده نیست و حتی می‌تواند مسیر سیاست خارجی آمریکا را به انحراف بکشاند. این نکته البته گفتنی است که خانم افخمی هیچ توضیحی نداد. اگر ریگی به کفش اهالی ولایت فقیه نبود چرا 18 سال دروغ گفتند؟ به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سایت‌های خود را آشکار نکردند و همه جا گفتند که ما برنامه اتمی صلح‌آمیز داریم، اما آثار یورانیوم و آثار پلوتونیوم را از بعضی از مراکز نظامی خود به سرعت پاک می‌کردند. آقای باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در کنگره توافق هسته‌ای با ایران را پیروزی دیپلماسی خواند و گفت آمریکا توانست بدون جنگ ایران را از ساخت سلاح‌های هسته‌ای باز دارد. البته آقای اوباما لطف کرد، ایشون میتونست بگه که بدون جنگ جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کنه. در این میان آقای علی لاریجانی، یکی از اعضای باند لاریجانی و رئیس مجلس شورای اسلامی، به نمایندگانی که نگران از توافق ژنوان گفته نگران نباشید. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو را به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران حواله داده بود و گفته بود که او در جریان جزئیات این توافق است. آقای رفسنجانی چند روز پیش گفتند که تمام مراحل با نظر مقام معظم رهبری بود. خانم افخم گفته بود آنها که منتقد هستند بروند از آقای لاریجانی بپرسند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته بود آقای لاریجانی با اشاره به توافق ژنو میگوید این حق نمایندگان مجلس است و آنها دلسوزانه نگران این موضوع هستند. او اضافه کرد لاریجانی در این حال گفت که نمایندگان نباید نگرانی زیادی در مورد مسائل هسته‌ای داشته باشند و این نگرانی ها را با شدت به جامعه منتقل نکنند، چرا که این مسائل در قالب و چارچوب خاصی پیش می رود. منصور حقیقت‌پور همچنین گفته که رئیس مجلس ایران درخواست کرده افراد اختلاف سلایق خود را در چارچوب و ادبیاتی مؤدبانه مطرح کنند، چرا که اختلاف سلایق موجب پیشرفت می شود. خود آقای لاریجانی واقعا مؤدبند، ما ناسزاهایی را که گهگاه در مجلس عنوان کردن شنیدیم. نماینده مردم اردبیل در مجلس در خاتمه گفته است که علی لاریجانی در نشست مشترک دولت و مجلس پیشنهاد داد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، یعنی آقای علایالدین بروجردی، عضو کمیته برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای مذاکره هسته‌ای باشد. گزارشی داریم که بعد از شنیدن خبرش مشاهده می‌کنین در رابطه با آقای احمد توکلی، نماینده مجلس، که گفته در صورت افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی نرخ رشد منفی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. مثل که حالا شاهد نیستیم. حسن روحانی از افزایش قیمت بنزین در سال آینده خبر داده و گفته این افزایش قیمت شیبه تندی خواهد داشت. در همین راستا نمایندگان مجلس ایران روز گذشته لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را به تصویب رساندند و بدین ترتیب کلیات اولین دخل و خرج دولت روحانی از ذره‌بین پارلمان اسلامی عبور کرد. حالا به گزارش توجه فرمایید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از افزایش قیمت بنزین در سال آینده خبر داد و گفت این افزایش قیمت شیب تندی خواهد داشت. آقای روحانی این مطلب را در نشست مشترک مجلس و دولت بیان کرد. در همین رابطه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران هم گفت رئیس جمهوری در این نشست آمادگی دولت را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است. حسین علی حاجی
از دیگر نمایندگان مجلس هم در این خصوص گفت در این نشست ابتدا رئیس جمهوری گزارشی درباره نگرانی‌های موجود درباره آب آشامیدنی، محیط زیست و گاز مصرفی ارائه کرد و بر لزوم بهره برداری از میادین مشترک نفت تاکید کرد. او گفته است رئیس جمهوری از ضرورت توجه بیشتر به بخش سلامت و درمان گفت و اینکه دولت تصمیم دارد کشور را از رکود اقتصادی خارج کرده و به رونق اقتصادی برساند و ضمن اینکه مصمم به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه هاست. نماینده مردم شاهین شهر گفته است رئیس جمهور همچنین در این نشست گفت که ممکن است قیمت بنزین در مقایسه با قیمت حامل های دیگر افزایش بیشتری داشته باشد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حالی است که پیشتر گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. احمد توکلی در روزهای اخیر با انتقاد از این افزایش‌ها گفته بود در صورت افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی نرخ رشد منفی امسال و تورم 40% بیکاری را دامن می‌زند و به توزیع نابرابرتر درآمد می‌انجامد. می گفته وی برای کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها دولت چاره‌ای جز دو برابر کردن قیمت سوخت ندارد. در همین راستا روز چهارشنبه مجلس به بررسی کلیات لایحه بودجه دولت 11 پرداخت که در جریان آن نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند و محمد باقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در خصوص این لایحه اظهار نظر کرد. در نهایت این لایحه 195 هزار میلیارد تومانی با 130 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید. در جریان بررسی لایحه بودجه، احمد توکلی نماینده تهران و از مخالفان این لایحه گفت بودجه 185 شرکت در این لایحه منظور نشده است و در این حال گفته است این بودجه موجب کمبود نقدینگی می شود و جا را برای بخش خصوصی کم می کند. حمید رسایی نماینده جبهه پایداری نیز به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفته است قرار است تفکر کوپونیسم در بودجه آینده شایع شود. آیا این گداپروری نیست؟ مرداد لاهوتی دیگر نماینده مجلس بود که مخالفتش با تصویب کلیات لایحه بودجه را ابراز کرد. او گفت از 210 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده برای سال جاری حداکثر 110 هزار میلیارد تومان محقق شده است. حالا از بودجه 195 هزار میلیارد تومانی سال آینده چقدر آن تحقق خواهد یافت؟ دولت 85 هزار میلیارد تومان بیشتر از عملکرد بودجه 92 را از کدام منبع تامین خواهد کرد؟ دولت حسن روحانی آذر ماه سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، اقدامی که روز چهارشنبه مورد تقدیر شماری از نمایندگان قرار گرفت. در چندین سال گذشته لایحه بودجه همواره با چندین هفته یا چندین ماه تأخیر به مجلس فرستاده می‌شد. با تصویب کلیات لایحه بودجه سال 93 اکنون مجلس بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کرده است. آقای حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه در امور خاورمیانه و کشورهای عربی است. اخیراً در رابطه با اخبار بعضی از رسانه‌های خارجی که مذاکراتی بین جمهوری اسلامی، دولت سوریه و گروهی از مخالفان در برن پایتخت سوئیس جریان دارد، گفت این اخبار درست نیست. جمهوری اسلامی خیلی تا به حال تلاش کرده که با مخالفان سوری گفتگو کنه، اما آنها جمهوری اسلامی رو بخشی از مشکل می‌دانند. حضور نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله و دیگر وابستگانش در سوریه اسد رو نجات داده تا امروز، و بنابراین کسی که خودش مسبب مرض هست نمیتونه طبیبم باشه. به همین دلیل وقتی آقای دبیر کل سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به کنفرانس دعوت کرد، مورد اعتراض شدید عربستان سعودی متحد و حامی اپوزیسیون سوریه، ائتلاف ملی سوریه، دولت امریکا و دولت فرانسه قرار گرفت و اونا گفتن تا جمهوری اسلامی ژنو یک رو نپذیره راهی به ژنو دو نخواهد داشت. حالا شبکه الجزیره جز خبرهای ساختگیش یکی هم اعلام کرده که یک سری گفتگوهای پنهان و سری بین ایران و گروه‌های سوری در بین پایتخت سوئیس در جریان. مذاکرات صلح سوریه، ما
موسوم به ژنو دو از روز شنبه هفته جاری در ژنو در حال برگزاری است. و امروز نیز آقای اخضر ابراهیمی اعلام کرد که انتظار ندارد مذاکرات صلح یک هفته ای در ژنو بین طرفهای مخاصم و متخاصم در سوریه به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، ابراهیمی گفته رو راست، من انتظار ندارم که ما به هیچ چیز اساسی دست پیدا کنیم، ولی خوشحالم که هنوز مذاکرات جریان داره. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه همچنین گفته که دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس مطابق برنامه روز جمعه پایان می‌یابد. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد. معلومه طرف سوری میخواد بشار باشه چون اونا همشون دامی یا عروسکای آقای بشار هستن، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت. اخضر ابراهیمی افزود گفتگو درباره کمک رسانی به بخش قدیمی شهر حمص نیست که در دست مخالفان است همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان امنیت ارتش اسرائیل میگوید برخی گروه های القاعده در سوریه در داخل ترکیه پایگاه دارند و از آنجا به سوریه حمله میکنند. چیزی که من خیلی وقت بود خدمتتون میگفتم، ترکیه و قطر. به گزارش رویتر، جنرال آویوکوچاری در کنفرانسی امنیتی در تل آویو نقشه ای را نشان داد که به گفته او سه نقطه را در داخل ترکیه نشان می‌دهد که پایگاه‌های القاعده سوریه در آنجا واقع است. وزارت خارجه ترکیه از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما نخست وزیر ترکیه بارها وجود گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه را در داخل ترکیه تکذیب کرده است. داعش شاخه نظامی القاعده به شمار می‌آید که در عراق و سوریه فعال است و چنین گفته می شود که حداقل قطر بخشی از هزینه های گروه های اسلامگرای تندرو رو تأمین می کند. قطر بزرگترین و مهمترین پایگاه هوایی ایالات متحده در خلیج فارس، دوست اسرائیل و همدل و همراه گروه های اسلامی سلفی. در اوکراین پارلمان این کشور در مصوبه‌ای عفو معترضان بازداشت شده در جریان تظاهرات ضد دولتی دو ماه اخیر را تصویب کرد. این عفو به تخلیه ساختمان‌های دولتی در اشغال معترضان مشروط شده. پارلمان اوکراین چند روز پیش قانون اخیر ضد تجمعات را نیز لغو کرد و میکالای آزاروف نخست وزیر نیز استعفا داد. این تصمیم‌ها در ادامه گفتگوی رهبران احزاب مخالف دولت با رئیس جمهوری گرفته شده است. در رویدادی دیگر دبیر کل ناتو از روسیه به دلیل اعمال فشار بر اوکراین برای امضا نکردن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا که منجر به اعتراض‌های خشونت‌آمیز مردم شد انتقاد کرد. در لیبی از صدیق عبدالکریم وزیر کشور در دولت چه بگویی موقت غیر موقت مکلف از یک ترور در پایتخت این کشور جان سالم به در برد. لیبی اوضاع بسیار بدی داره. الان تعدادی از دیپلمات‌های مصری در اختیار یک مجموعه از به اصطلاح انقلابیونه. یک منبع مسئول در وزارت کشور در این باره به خبرگزاری‌ها گفت که افراد مسلح ناشناس تلاش کردند که عبدالکریم را روز چهارشنبه صبح در زمان رفتن وی به محل کارش در ترابلس ترور کنند، اما موفق نشد. این منبع افزود که افراد مسلح وزیر کشور مکلف و همراهانش را به گلوله بستند و از محل حادثه گریختند. وی در ادامه گفت که عبدالکریم و همراهانش در این حادثه آسیبی ندیده و در سلامتی کامل به سر می‌برند. منبع مسئول در وزارت کشور لیبی همچنین تاکید کرد که پلیس و بازپرسی جنایی تحقیقات در مورد ترور نافرجام را آغاز کردند و به هیچ جا هم مطمئن باشید نخواهند رسید. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از امضای سه تفاهم نامه در جریان سفر دو روزه نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان به ایران خبر دادن، وزیر انرژی ترکیه نیز میگوید مقام‌های این کشور در سفر به ایران در زمینه انرژی به توافق مهمی با تهران دست نیافتند.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به همراه هیئتی از جمله وزرای انرژی، اقتصاد، فرهنگ و خارجه نیمه شب سه‌شنبه به ایران سفر کرده بود، در ساعات پایانی چهارشنبه 9 بهمن ماه ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد. در اینجا گزارشی رو در زمینه سفر آقای اردوغان به تهران ملاحظه می‌فرمایید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سفر خود به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و چند تن دیگر از مقامات دولتی دیدار و گفتگو و نیمه شب گذشته تهران را ترک کرد. در همین رابطه واعظی وزیر ارتباطات ایران هنگام بدرقه اردوغان از احتمال سفر حسن روحانی به ترکیه تا 2 ماه دیگر خبر داد. وزیر ارتباطات سفر اردوغان به ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت با انعطافی که وجود داشت به هدفهای تعیین شده رسیدیم و اسناد خوبی در زمینهای فرهنگی، نفت و گاز و تجارت ترجیحی امضا شد. در جریان سفر آقای اردوغان، خبرگزاری‌های ایران نوشتند 3 تفاهم نامه، یکی در زمینه تعرفه‌های ترجیحی و دیگری سند 5مین کمیته مشترک تجاری و دیگری مربوط به تفاهم‌نامه همکاری خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و آناتولی به امضای 2 طرف رسید. همچنین در جریان دیدار حسن روحانی و اردوغان، سند تشکیل شورای عالی همکاری‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امضا شد. شورای عالی که به صورت تناوبی سالیانه در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد، متشکل از وزرای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کابینه‌های 2 کشور خواهد بود. در همین راستا اما وزیر انرژی ترکیه میگوید مقام‌های این کشور در سفر به ایران در زمینه انرژی به توافق با تهران دست نیافتند. پیشتر رسانه‌های ترکیه و ایران نوشته بودند این سفر 2 روز طول خواهد کشید و انتظار می‌رود در زمینه نفت و گاز، تجارت 2 جانبه، اقتصاد و فرهنگی توافقنامه امضا شود. حتی روزنامه تودی زمان ترکیه نوشته بود که در جریان سفر اردوغان به ایران انتظار می‌رود تفاهم‌نامه استراتژیک میان 2 کشور امضا شود. در همین زمینه روزنامه حریت ترکیه چهارشنبه گزارش داد اگرچه پیشتر تانر گیلدیز وزیر انرژی ترکیه گفته بود که برنامه‌ای برای امضای قرارداد در زمینه انرژی با ایران ندارد، اما در جریان سفر به تهران اقرار کرد که به امضای چنین قراردادی تمایل دارد. این روزنامه می نویسد که با این حال بعد از مذاکرات وی طی گفتگو با خبرنگاران گفت در زمینه انرژی 2 کشور به توافق نرسیدند اگرچه این تمایل وجود داشت. بر اساس آمار رسمی ترکیه حجم تجارت 2 جانبه تهران و آنکارا در سال 2012 حدود 22 میلیارد دلار بود که در سال 2013 به 13.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. ترکیه از 3 ماهه دوم سال 2013 مجبور به توقف صادرات طلا به ایران شد. این کشور که تا نیمه سال 2012 روزانه 185 هزار بشکه واردات نفت از ایران داشت، به خاطر تحریم‌ها مجبور به کاهش خرید نفت ایران به 105 هزار بشکه در روز طی سال گذشته رسید. ترکیه در سال گذشته 7.6 میلیارد دلار واردات نفت و گاز از ایران داشت. آقای فرجی دانا وزیر علوم آقای روحانی گفته از برنامه‌های قطعی وزارت علوم یکی هم این است که گروه منتخبی توسط اعضای هیئت علمی از دانشگاه انتخاب شوند و تغییر مدیران دانشگاه‌ها با پیشنهاد این گروه صورت بگیرد. وی افزود باید مدل‌هایی برای ارزیابی و نظرات مستمر بر مدیریت دانشگاه‌ها تدوین شود و به نظر من بهترین نوع نظارت درونی است که باید توسط جمع منتخب هر دانشگاه انجام گیرد. نظارت بیرونی فقط در مواقع ضروری انجام شود. فرجی دانا وزیر علوم دولت روحانی گفته برنامه ما این است که تغییر مدیران دانشگاه ها وابسته به تغییر دولت ها و سیاست مداران نباشد، بلکه به پیشنهاد گروه منتخب هر دانشگاه انجام شود و به تعبیری بند ناف دانشگاه از سیاست قطع شود. شگفتا از آغاز انقلاب چون این قراری بود، قرار بود رؤسای دانشگاه ها را استادان انتخاب بکنند، اما ناگهان رهبر جمهوری اسلامی چه نخستین چه دومی از فراز سر استادان آنها را که میخواستند به ریاست دانشگاه ها انتخاب میکردند. و خیلی طبیعی زمان آقای احمدی نژاد نیست باید کسانی به دانشگاه میرفتند که تابع سیاست های او بودند.
مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت از وقوع سالانه 250,000 سقط جنین در ایران خبر داد. محمد اسماعیل مطلق در میزگرد بررسی علل کاهش جمعیت و راهکارهای پیش رو گفت به طور متوسط حدود 250,000 سقط جنین در سال گزارش می شود که البته اینها مربوط به سقطهای غیر قانونی است و حدود 6,000 قانونی نیز در سال انجام می گیرد. سیاست افزایش جمعیت توسط آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده و در ماه‌های اخیر بسیار تبلیغ می شود. کارشناسان معتقدند این سیاست غیر کارشناسانه و سیاستی که قابل تحقق نیست باید کنار گذاشته شود. در همین راستا دختر آیت الله خزعلی هم گفته که ایدز وسیله‌ای برای کنترل جمعیت است. کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از فرصت سوزی بعضی از مسئولان برای گسترش جمعیت گفت ایدز مشکل ما نیست بلکه وسیله‌ای برای کنترل جمعیت است. این مغزها رو واقعا باید در موزه گذاشت، باید نگهداری کرد بعد از مرگشون که چنین اظهارات شگفتی آمیزی ازشون صادر میشه. وزیر خارجه سوئد هم هفته آینده به تهران میرود، آقای کارل بیل. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر او گفته که وزیر خارجه سوئد از روز دوشنبه تا پنجشنبه در تهران خواهد بود. در همین راستا وزیر خارجه سوئد نیز در وبلاگ خود نوشته است به ایران میرود تا دستش را برای کمک به تغییر و همکاری دراز کند. سخنگوی آقای بیلت هم به خبرگزاری فرانسه گفته این دیدار فرصتی است برای ما تا برای تبدیل شدن توافق موقت ژنو به دائم نقش بازی کنیم. لابد با فروش بیشتر تأسیسات و تجهیزات کنترل تلفن ها و ارتباطات. کمان که قبلا سوئد چنین کار نامبارکی رو انجام داد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته که قصد دارد در ماه فوریه به تهران برود. تاریخ دقیق سفر او اعلام نشده است. بعد از وزیر خارجه ایتالیا که با روسری به جمهوری اسلامی رفت، باید شاهد یک روسری به سر دیگر نیز باشیم که قبلا برای خوش آمد آقای سعید جلیلی لباس خود را عوض کرد. در روزهای اخیر گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در مرخصی به سر می‌برند دوباره به زندان بازگردانده شدند. آقای دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب در بیانیه‌ای بازداشت ها را محکوم کرده است. ملکی در این بیانیه نوشته حاکمیتی که در این 35 سال بر مسیر ظلم و بی‌عدالتی و دستاندازی بر ثروت‌های عمومی و افزودن بر فقر و فلاکت گام برداشته است همواره اعتراض و انتقاد کارشناسان ملی، آزادی خواهان و منتقدان دلسوز وطن را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده و معلوم نیست تا چه زمانی می‌خواهد به این روش‌های غیر انسانی و ضد حقوق بشری ادامه دهد. آقای ملکی با بیان اینکه نقض گسترده حقوق بشر و دور جدید فشار بر دگراندیشان و تحول خواهان حاکی از آن است که حکومت قصد نرمش در برابر مردم و منتقدان را ندارد، در پایان بیانیش اضافه کرده بار دیگر به حاکمان نظام ولایی هشدار می‌دهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سیاسی و مدنی دست بردارم. توجه شما را به یک گزارشی جلب میکنم، شما را بدرود میکنم و بعد از گزارش نیست حتما شما را دعوت میکنم به دیدن برنامه ویژه بررسی مطبوعات. بدرود. یکی از مشکلاتی که اخیراً در ترکیه به ویژه بعد از وقوع آرامی‌های تابستان گذشته به وجود اومده و کماکان به قوت خودش باقی هستش، موضوع کاهش سیر نزولی ارزش لیر واحد پول ملی ترکیه در مقابل سایر ارزهای خارجی هستش. این موضوع همونطور که گفتیم از تابستان گذشته با وقوع آرامی‌ها شروع میشه، ولی در دسامبر گذشته
با مطرح شدن موضوع پرونده فساد مالی شتاب بیشتری میگیره، ولی به ویژه بعد از دستگیری تعدادی از بازرگانان سرشناس ترکیه به اوج خودش میرسه و تقریبا یک سقوط کم سابقه رو دست کم در طی 3 سال گذشته لیر در این مدت تجربه میکنه. امروز اما بانک مرکزی ترکیه در یک اقدام واکنشی اعلام کرده که نرخ بهره بانکی رو تا سقف 12% بالا میبره، تقریبا یک امر کم سابقه در ترکیه هستش این میزان افزایش نرخ بهره بانکی. همزمان با سفر آقای رجب طیب اردوغان به تهران و امضای توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی، بانک مرکزی هم این تصمیم رو گرفته و اعلام کرده نرخ بهره بانکی رو تا سقف 12% بالا میبره. همونطور که گفتیم این موضوع از تابستان گذشته شروع میشه ولی در دسامبر به اوج خودش میرسه. در همین مقیاس زمانی در واقع آمارها و سنجش‌های بعد از اون دارن که لیر ارزش خودش رو تا مقیاس 7.4% در مقابل سایر ارزهای خارجی دیگه از دست میده. البته خبرهای نگران کننده تری هم جست و گریخته شنیده شده، اون در واقع حکایت از این داره که خروج سرمایه های خارجی از کشور ترکیه به دلیل تنش در بازار ارز هستش. دولت البته در 1-2 ماه پیش اعلام کرده بود که برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر تا سقف مشخصی سعی میکنه که پول رو به بازار تزریق بکنه. گویا این اقدام دولت چندان کارساز نبوده که امروز بانک مرکزی مجدداً در یک اقدام تازه تصمیم گرفته نرخ بهره رو در ترکیه بالا ببره. البته در اطلاعیه‌ای که خود بانک مرکزی امروز اعلام کرده عنوان میکنه که هدف بالا بردن نرخ بهره در ترکیه در واقع مهار تورم هستش. باز هم اونطور که سنجش ها و آمارها نشون میدن نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته بر اساس آمارها حدود 7% بوده. با این همه حال باید دید که با توجه به حرف و حدیث های زیادی که پیرامون و حول و حوش موضوع فساد پرونده فساد مالی در ترکیه هستش، تا چه اندازه اقدام دولت و این اقدام جدید بانک مرکزی میتونه در واقع ارتقا ببخشه ارزش لیر رو در مقابل سایر ارزهای خارجی و در واقع آرامش رو به بازار ارز برگردونه. ما در تابستان هم شاهد بودیم که مشاغلی که به ویژه با توریسم سر و کار دارن یا خود در واقع توریسم در این زمینه صدمات نسبتا جدی رو دیده. با این هم حال همونطور که گفتیم آرامشی که در واقع بسیاری از تجار و فعالین حوزه اقتصادی در انتظارش هستن، باید تا چه اندازه این آرامش رو میتونه بانک مرکزی به بازار ارز ترکیه برگردونه.